سلام خدمت حضار گرامی و تشکر از برگزار کنندگان این نشست که این فرصت رو فراهم کردن تا درباره اتم و مردم در یک فضای عمومی بحث و گفتگو کنیم. همونطوری که در بحث اشاره شد، تا کنون در رابطه با اتم و مردم تو فضای عمومی بحث و گفتگوی جدی صورت نگرفته. شاید تنها بحثی که در رابطه با این موضوع صورت گرفته همون موضوعی بود که خانم دکتر عبادی هم بهش اشاره کردن، یعنی در سال 87 شورای ملی صلح که تشکیل شد در اونجا یه نشستی یک روزه برگزار شد که به بحث اتم و مردم پرداخته شد. در همون روز من مقاله داشتم در همون نشست تحت عنوان جنبش صلح و خواب زمستانی جامعه مدنی، یعنی به همین موضوع اشاره کردیم که اگه جامعه مدنی استراتژی نداشته باشه، خودش دنبال روی استراتژی گروه‌های دیگه خواهد شد و همین اتفاق هم افتاد. می‌بینیم که بعد از وقفه طولانی امروز ما دور هم جمع شدیم تا در رابطه با اتم و مردم سخن بگیم و این گفتار هسته‌ای تونسته آنچنان بر فضای فکری و زندگی سیاسی اجتماعی ما ایرانیان سلطه هژمونیک بیابه که هر مقوله گفتاری رو متأثر از این سلطه هژمونیک بوده و در سایه این گفتار فهمیده میشه و در تار و پود زندگی اجتماعی ما هم حتی در زندگی روزمره اجتماعی هم تأثیر گذاشته. اینها شما میدونید که این دو مفهوم هر کدوم تداعی کننده معانی هستن. اتم تداعی کننده مرگ، تخریب و هراس اجتماعی است، ولی مردم تداعی کننده زندگی، سازندگی و امید اجتماعی است. اما موضوع سخنم در امروز در این نشست بررسی ابعاد پرونده هسته‌ای ایران، پیامدها و نتایج آن بر تار و پود زندگی مردم ایران نیست، بلکه موضوع اصلی سخنم در جمع شما بررسی چرایی مسلط شدن گفتار هسته‌ای به مثابه حق و به حاشیه راندن دیگر حق‌ها مانند حقوق بشر و دموکراسی در جامعه ایران هستش. میشل فوکو فیلسوف فرانسوی جمله‌ای داره بسیار مهمه که ایشون درباره قدرت میگه هر کجا که قدرت هست مقاومت هم هست. اما متأسفانه این گزاره فوکو در مورد ایران حداقل در بحث گفتار هسته‌ای صدق نمی‌کنه. یعنی در برابر گفتار هسته‌ای که به مثابه حق مطرح شد و در جامعه سلطه هژمونیک پیدا کرد، گفتار مقاومتی شکل نگرفت. من بعد در بعد تاریخی هم به این موضوع اشاره می‌کنم که موضوع هسته‌ای مربوط به دو دهه اخیر در جامعه ایرانی نیست، بلکه یک پیشینه و سابقه طولانی تری داره. یعنی از سال 1315 که اولین بار در قانونی در مجلس شورای ملی آن زمان تصویب شد که به بحث هسته‌ای پرداخته میشه. حالا من بعد به این بحث تاریخی اشاره خواهم کرد. از اون زمان تا کنون هیچگاه ما نمیبینیم که گفتار مقاومتی در مقابل گفتار هسته‌ای شکل بگیره. اینها یعنی هیچگاه هم این حق مسلم به چالش کشیده نشده. اینها در صورتی که می‌دونیم موضوع دموکراسی حداقل در این چند دهه اخیر از مرحله حق، یعنی یک مقدار پا فراتر نهاده و به عنوان قاعده آمره شناخته میشه. قواعد آمره هم قواعدی هستن که الزام آوره، یعنی برای همه کشورها و برای همه دولت‌ها که باید آن را اجرا کنند و پایبند به اون قاعده آمره باشند و در صورت تخلف حتی تحت پیگرد قرار میگیرن اونها. ولی میبینیم این حق مسلم ما که دموکراسی باشه با حاشیه رونده میشه. حق زیستن ما، حق بحث آلودگی هوا و بقیه مباحث همه با حاشیه رونده میشه، ولی گفتار هسته‌ای به عنوان یک حق مسلم مطرح میشه اینها. من برای اینکه بتونم به این سوال پاسخ بدم سعی میکنم مباحث خودم رو در سه بخش سامان بدهم و در چارچوب همین وقتی که به من داده شده این بحث رو ارائه کنم. اونها قبل
قبل از اینکه وارد این بحث بشم لازمه که مفروضه کلیدی خودم رو برای دوستان توضیح بدم که چرا برای من جامعه مدنی مهمتر از موضوع، یعنی به عنوان اولویت مطرح میشه اینها. چون من معتقدم که موضوع جامعه مدنی تنها مسئله دیروز و امروز ما نیست، بلکه مسئله فردای ما هم خواهد بود. و شکل گیری یک حکومت دموکرات پاسخگو و یک جامعه دموکراتیک در ایران در گروه شکل گیری یک جامعه مدنی قوی و قدرتمند و پویاست. از منظرهای متعددی میشه به مسئله مسلط شدن گفتار هستی در جامعه ایران پرداخت. این گفتار هستی آنچنان تونسته بر تار و پود زندگی اجتماعی تأثیر بذاره که حتی توانسته یک ائتلاف رنگارنگی رو از گروه‌ها و نیروهای اجتماعی در داخل و خارج کشور حول گفتار هستی شکل بده که بخشی از اپوزیسیون هم درگیر این گفتار هست. من فکر می‌کنم که علت اینکه این گفتار هستی تونسته در ایران به صورت یک گفتار مسلط مطرح بشه بخشیش برمیگرده به دستگاه ایدئولوژیک دولته که تونسته با این دستگاه عظیم طویلی که داره نقش مهمی در بسط و گسترش این گفتار در جامعه ایرانی ایفا بکنه و گفتار هستی را به مثابه یک حق بر جامعه مسلط بکنه. اما در کنار این نقش حکومت که بسیار برجسته است، عامل دومی هم نقش داره که اون هم ذهنیت و باورهای عمومی جامعه است که اساساً رویکرد ما، رویکرد و اراده ما معطوف به قدرته و گفتار هستی تونسته بر مبنای همین رویکرد و بر مبنای سیاست قدرت مسلط بشه بر جامعه ایرانی و اساساً نگاه ما به قدرت و از همین منظر به زیست جهان می نگریم. این تنها مربوط به توده‌های مردم نمیشه، بلکه در میان نخبگان و روشنفکران ما هم ساری و جاری است. همونطوری که گفتم اگر به موضوع برنامه اتمی ما نگاه تاریخی بیاندازیم، برنامه اتمی به مسائل دو دهه اخیر بر نمیگره، بلکه از سال 1315 شروع میشه، زمانی که مجلس شورای ملی آن زمان ایجاد مرکز اتمی دانشگاه تهران را به تصویب میکنه. بعدها این امر گسترش یافت تا اینکه در سال 1352 سازمان انرژی اتمی تشکیل میشه و در همون سال، یعنی سال 52، قراردادهای 10 ساله قابل تمدید برای تهیه سوخت هسته‌ای با کشورهای آلمان، فرانسه و آمریکا امضا میشه. همه اینها دلایلی است که اساساً ما ایرانی‌ها به اتم به مسابقه قدرت نگاه میکنیم و از این زاویه مقاومتی در مقابل این گفتار صورت نمیگیره. در کنار این عامل سوم هم وجود داره که میتونیم به رویکرد روشنفکران و نخبگان ایرانی نگاه کنیم که اساساً مهمترین خصوصیت ما، اگر بخوام این جمله رو از آرامش دوستدار وام بگیرم، هنر نیندیشیدنه. ما در رابطه با مسائل اساسی و حیاتی جامعه ما کمتر میاندیشیم. اگر نگیم نمیاندیشیم، میتونیم بگیم که کمتر میاندیشیم. به همین دلیل هیچگاه در عرصه عمومی، در فضای عمومی به بحث در مورد این موضوع پرداخته نشده. مقاله جدی در این زمینه نگاشته نشده جز همین مقالات اخیر که در چند ماه اخیر دیده میشه اینها در نقد این بحث اینها. در کنار این رویکرد غرب و رفتار دوگانه‌ای که پیشه کرده، نیز عامل دیگه‌ای هست که کمک می‌کنه به رژیم برای تقویت این موضوع که گفتار هستی را به مثابه حق جای بیندازه و حتی رژیم با آگاهانه برای اینکه بتونه سایر حق‌ها را به حاشیه برونه بر این حق تأکید می‌کنه و از این ابزار برای بسیج و ائتلاف نیروهای اجتماعی بهره می‌گیره اونها. و نهایتاً ضعف و ناتوانی جامعه مدنی در ایران هست که نتوانسته گفتار مدنی را شکل بده و گفتار مقاومتی را خلق کنه که نقطه کانونی بحث من روی همین موضوع جامعه مدنی متمرکزه که چرا نتوانسته گفتار مسلط را به چالش بکشونه و گفتار مقاومتی را خلق بکنه که در حول آن گفتار بتونه نیروهای اجتماعی را بسیج بکنه و راه برون رفت از این وضعیت چیست؟
ولی قبل از اینکه به بحث خودم ادامه بدم لازمه که تلقی خودم رو از جامعه مدنی توضیح بدم، چون اگر نتوانیم درست این مفهوم را صورت بندی کنیم این مفهوم در یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند. وضعیتی که اکنون مفهوم جامعه مدنی در بین نیروهای اجتماعی سیاسی ما وجود داره که در اوقات هر موضوعی به کار میبریم ولی نمیدونیم که این موضوع چیست. منظور من از جامعه مدنی عرصه ای از جامعه است که در آن جنبش ها، گروه ها و نیروهای اجتماعی مستقل و خودسازمانی یافته برای تهدید قدرت سیاسی، قدرت یابی شهروندان و دفاع از حقوق صنفیشان، دفاع از حقوق بشر دور هم جمع میشن. یعنی من به جامعه مدنی صرفا به عنوان یک عمل جمعی و یک قدرت انباشته شده اجتماعی می نگرم و از این زاویه به این پدیده تأکید میکنم. اما اینکه چرا جامعه مدنی در ایران نتونست در برابر گفتار مسلط گفتار مقاومتی خلق بکنه، من فکر میکنم این امر از یک سو ناشی از شرایط سیاسی اجتماعی جامعه ایرانه که فضای سرکوب و فضای امنیتی برش حاکم بوده به خصوص در سالهای اخیر، و از سوی دیگه برمیگرده به مختصات و ویژگی های جامعه مدنی در ایران. نکته اولی که باید روش تاکید بکنم اینه که جامعه مدنی یک پدیده منسجم و همگنی نیست و نباید به جامعه مدنی به عنوان یک پدیده منسجم و همگن نگاه کرد. جامعه مدنی مانند همه پدیده‌های اجتماعی دارای چهره‌های متعددی است، وجوه متعددی است که باید این وجوه متعدد و چهره‌های مختلف هر کدام کار ویژه‌ای دارن و کارکردی دارن. یکی از وجوه جامعه مدنی که نقش مهمی هم در عدم خلق و گفتار مقاومت داشت اینه که جامعه مدنی، بخشی از جامعه مدنی به مثابه ابزار سلطه عمل میکنه. این وجه جامعه مدنی تداوم دهنده و باز تولید کننده گفتار مسلط، یعنی گفتار حاکمه، و در تمامی عرصه‌های اجتماعی سیاسی هم ساری و جاریه. و این وجه جامعه مدنی یعنی به مثابه ابزار سلطه و در خدمت بیشترین خدمت را هم به نظام حاکم در جهت پیشبرد اهداف گفتار هسته‌ای چه در داخل کشور چه در خارج از کشور انجام داده اینها. نکته دیگه ای که میتونیم به عنوان این که چرا جامعه مدنی نتوانسته این گفتار مقاومت را خلق بکنه برمیگرده پیشینه و عقبه تاریخی جامعه مدنی در ایران، که جامعه مدنی جز در لحظات خاصی از تاریخ امکان ظهور و بروز نداشته. به همین دلیل جامعه مدنی که در ایران وجود داره یک جامعه مدنی ضعیف و نحیف و کمخونه. به همین دلیل قدرت و توان ایجاد خلق و گفتار را نداشته. و نکته دیگه اینه که جامعه مدنی که در ایران وجود داره یک جامعه مدنی در خود نه بر خود. من این جامعه مدنی در خود و اینها با از ادبیات مارکسیستی وام میگیرم. یعنی منظورم این که جامعه مدنی در خود جامعه مدنی است که نسبت به جایگاه خودش، نقشش فاقد آگاهیه، فاقد شناخت وظیفه و رسالتی که بر عهدهش قرار گرفته. و همین امر هم، یعنی جامعه مدنی در خود بوده، اینه که جامعه مدنی را ما به صورت بی سیما، بی ریخت از ویژگی‌هایی که برای این جامعه مدنی میشه انجام داد. و این جامعه مدنی که در خوده فاقد خلاقیت و فاقد ابتکار اجتماعی. اما با توجه به وقتی که اعلام کردن چه کار میتونیم بکنیم؟ یعنی با توجه به این جامعه مدنی که نحیف، ضعیف و در عین حال بخشی از جامعه مدنی هم به مثابه ابزار سلطه عمل میکنه. بنابراین من فکر میکنم برای اینکه به آینده نگاه کنیم، جامعه مدنی همونطوری که گفتیم دو وجه داره. یک وجه سلطه است، یک وجه رهایی بخش و آزادی بخش جامعه مدنیه. ما اگه بخوایم از موضوعی مثل گفتار هسته‌ای و گفتارهای دیگه‌ای که در تحکیم وضع موجود هست فاصله بگیریم، چاره‌ای نداریم که روی وجه رهایی بخش و آزادی بخش جامعه مدنی تأکید کنیم. منظورم از وجه رهایی بخش جامعه مدنی چهره‌ای است که به جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی و حامل تغییر اجتماعی نگاه میشه اونها. در این چهره جامعه مدنی از جامعه مدنی در خود به جامعه بر خود
برخواسته باشه، یعنی ارتقا یافته باشه و به نقش و مسئولیت اجتماعی خودش پایبند باشه. مهمترین کاری که امروز یعنی به عنوان بدیل میشه ارائه داد اینه که ما به عنوان کنشگران نیروهای سیاسی و اجتماعی روی جامعه مدنی سازی تأکید کنیم، یعنی جامعه مدنی سازی که بر وجه رهایی بخش و آزادی بخش جامعه مدنی تأکید میکنه، که دارای ظرفیت و توانایی بالایی است برای ایجاد تغییر در روش‌ها، رویکردها و تقدس‌زدایی که در گفتارهای مسلط وجود داره اینها. اما نکته آخر این که در عین حالی که باید این پروژه جامعه مدنی سازی و قدرت یابی شهروندان را تو دستور کار قرار بدیم، و سوالی هم یک از شرکت کنندگان مطرح کردن که امیدوارم که در قسمت بعدی پاسخ بهش پرداخته بشه که چگونه این کار را باید انجام بدیم، من میگم که جامعه مدنی در عین حالی که پروژه دراز مدتی رو دنبال میکنه، یعنی ساختن یک وجه راهی بخش و آزادی بخش، باید استراتژی راهپیمایی دراز مدتی که در دستور کار خودش قرار میده کوتاه مدت هم فکر بکنه. من دو تا پیشنهاد مشخص دارم برای برنامه کوتاه مدت به عنوان اولویت کنشگران مدنی. برنامه اول بحث مداخله در فرایند گفتگوهای هسته‌ای است که امروزه توسط دولت‌ها بدون اینکه گروه‌ها و نیروهای اجتماعی در حال انجام مداخله را باید دو منظر صورت داد. یکی شفافیت بخشی به مباحث گفتگوها. امروز می‌بینیم که دولت خود آقای روحانی سرهنگوار اعلام می‌کنه که بیاین در مورد مطلب بنویسین، در صورتی که هیچ گونه شفافیتی در این موضوع دیده نمیشه، نه در همین توافق هسته‌ای که صورت گرفته و نه قبل و بعدش. بنابراین اولین مطالبه‌ای که ما باید داشته باشیم اینه که شفافیت ببخشیم در این حوزه، که بعد حقوقدانان ما، دانشگاهیان ما و گروه‌های دیگه بتونن این بحث و گفتگوها را انجام بدن. دوم مطالبه کردن پاسخگو کردن دولت در رابطه با این میلیاردها تومان هزینه‌ای که در این عرصه صورت گرفته، که در نهایت منجر به توسعه نیافتگی، فقر و فلاکت در جامعه گریده هستشون. در کنار این دوتا برنامه، یعنی پاسخگو کردن دولت از طریق فشار نیروهای اجتماعی و شفافیت بخشی به برنامه‌ها، گروه‌ها و نیروهای اجتماعی به ویژه کنشگران مدنی باید برنامه‌ای برای ادوکیسی داشته باشند، برنامه‌ای برای ترویج و حمایتگری داشته باشند، یعنی یک برنامه‌ریزی شده، یعنی یک فرایند استراتژیک برنامه‌ریزی شده برای پیشبرد این بحث، که این بحث رو ما ببریم در فضای عمومی و در رابطه با ابعاد این حوزه بحث کنیم، و اینکه اساساً بتونیم به گفتمانی را شکل بدیم که گفتار دموکراسی و حقوق بشر به مثابه حق مطرح بشه و سایر گفتمان‌ها در حاشیه بمونن. ما جز این که گفتار دموکراسی و حقوق بشر به مثابه حق مطرح بشه، ما به سایر حقوق‌ها دست پیدا نخواهیم کرد. بنابراین باید تلاش بکنیم که این دو گفتار به عنوان گفتار مسلط بر جامعه ایرانی مطرح کنیم، و مهمترین وظیفه‌ای که برای روشنفکران و گروه‌ها و نیروهای اجتماعی می‌توانیم مطرح کنیم. ممنون از وقتی که داشتید.